بسم الله الرحمن الرحیم. خب در هفته ای که گذشت دو سه تا مطلب داشتیم. یکی دیدار خانم فائزه هاشمی از همبندی بهایش، که خب جناح حاکم قوغا کردند، قوه قضاییه تهدید کرد و کسی نیومد به پردازه به این که بر موازین قانونی سخن گفته میشه یا اینکه به حال یک جعلسازی است. و نهایتاً جناب آقای هاشمی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ناگزیر شدن که بگویند که فائزه خطا کرده و جبران کنند. به نوعی من میخوام ببینم که آیا اون زندانی که حبسش رو گذرونده و آزاد شده آیا طی حکمی ممنوع الملاقات بوده؟ یعنی او رو در حس قرار داده بودید، حق نداشتن شهروندان دیگر با او ملاقات کنند؟ برای چی همچین اتفاق افتاده؟ اما مسئله مهمترش این که فرض کنیم که او خطاکار، اساساً به پیامبر عظیم الشأن اسلام اساءه ادب کرده است، خاکستر بر سر پیامبر ریخته است، شکمبه گوسفند پر از فضولات بر سر پیامبر ریخته است. خب خود پیامبر با این فرد چه کار کرد؟ وقتی که بیمار شد در منزل و خاکستر بر سر پیامبر نریخت، پیامبر رفت به عیادتش. مشرک است و اشرف مخلوقات رو، خاتم النبیین رو شکنجه داده است، عذاب داده است، پیامبر ملاقات می روند. علی بر فراز منبر است، او را ناسزا می گویند، اجازه بگیر رو به بند نمی دهد. امام حسن را ناسزا می گویند، به مهمانی دعوت می کند به منزلش. پس مش اینه، بنا نیست که اگر کسی عقیدش منحرف است، اصلا مشرک است، برخورد آنگونه بکنیم. به هر حال اون چیزی که توصیه شده است این است که ما بایستی برخوردی اسلامی با اخلاق حسن و گفتار نیک و جادل هم بلتی یا احسن داشته باشیم. بنابراین ملاقاتش معنی نداره. من هم سلولی بهایی داشتم، در همون سلول مسلمان شده است، نماز آموخته است، روزه شروع کرده است و بعد وقتی میرود برای بازجویی آب برایش میارن، ماه مبارک رمضان، که بخور میخواهیم جلوی دوربین از تو فیلم برداری کنیم، میگه من روزم. اون بازجو با اهانت خیلی زشتی میگوید فضولات انسانی، به حلقت تو روزه ای تو بهایی هستی، میگه من روزم و مسلمانم. یعنی اون میخواهد به اصرار اونا بهایی بداند و اون میخواهد که من روزه هستم و مسلمان. ما از اینها زیاد داشتیم. من بسیاری از همبندان بهایی در همون مدت کوتاهی که در بند عموم بودم، چون اکثر رو من در سلول انفرادی بودم، برای من در دفترچه یادگاری های زیبایی نوشتن که انشالله منتشرش میکنم و ابایی هم ندارم. اساسا اگر فرض کنیم اینها عقیده باطلی دارند و منحرفند، که قطعا ما بر این باوریم که اون عقیده باطل است و اینها یک فرقه هستند، شاخصه های یک دیانت رو هم ندارند و همه اینها درست، و دعوت میکنیم اتفاقا بیان در همین سرای قلم به مناظره بنشینیم باهاشون، و قطعا در اون مناظره مردم میبینن که بهاییت حرفی برای گفتن ندارد. اما گفتگو میکنیم، نه زندان میکنیم، نه اینکه ممنوع ملاقاتشون میکنیم، گفتگو میکنیم. و این رفتار پیامبرگونه است که ما بایستی به مخالفینمون، حتی مشرکین، به دیدارشون بریم، با رفتار حسن هم برخورد کنیم و جادل هم بلتی احسن باشه انشاءالله. از سوی دیگر، مگر موسی به سوی فرعون نرفت؟ مگر آیه نازل نشد اذهبا الی فرعون انه طغا؟ حق تعالی داره میگه برو سمت فرعون. اگه میخواهید شما دینتون رو تربیش کنید، طبیعتا باید بریم به خانه اون کسی که میخواهید دعوت کنید. به خانه فرعون رفت، دشمن خدا بود، به خانه اون رفت. من این حرکت رو نه تنها محکوم نمی کنم، بله قبلا هم من نقد داشتم که پای
بچه بهایی بوسیدن رو من تایید نمی کنم. اما شما میتونید برید هم سلولی بودید، نمکی با هم خوردید، بروید عیادت کنید بیمار است. و طبیعتا در این عیادت هم مواضع بر حق اسلام و تشیع رو هم میتونید بیان کنید و او هم از مواضع خودش دفاع کنید. یک گفتمان عقیدتی هم میتونید داشته باشید. خیلی هم خوبه. قطعا من هم بهاییت رو فرقه زاله‌ای میدونم که استعمار برای ما خلق کرده و اگر بنا باشه از همین جا هم دعوت میکنم برای یک مناظره بشینیم گفتگو کنیم. دیدنشون هم میرم، اینجا هم دعوت میکنم، هیچ مشکلی هم ندارید برای گفتگو. شمایی که الان بهانه‌گیری میکنید که بهاییت چنین است و چنان است، چطور انجمن ضد بهاییتی که تخصصی کار کرده بود رو شما فلج کردید و کار علمی نکردید در مقابل با اندیشه بهاییت، تعطیل کردید؟ بقیه جهان همین است. به جای اینکه اینها رو در حبس کنید، به نظر من سران بهاییت رو هر کدام 20 سال حبس دادید، اینها رو 20 دقیقه در صدا سیما می آوردید و کارشناسانی که در روی بهاییت کار کردن با اینها به مناظره می نشستن. مردم می فهمیدن. مردم ما بهاییت رو الان نمی شناسن، نمی دانن در کتاب مقدس، در کتاب مقدس بهاییت چه چیزهایی آمده است. اگر برای بخونن که با فرض بهاییت می توان مخالفین رو و غیر بهاییت رو اگر قدرت پیدا کنند، با متن نص کتاب خودشون باید همه رو بکشن. این هم یه فرضیست. خب اینطوری بحث کنیم، بیان مطالب رو با مستندات بشینن کارشناسان بهاییت و هموطنان که به هر حال گرویدن به این فرقه، بیان بحث کنن، مناظره کنن. اینجا ما دعوت میکنیم انشاءالله صحبت کنن و قطعا مشخص میشه حق و باطل. اما راهش این نیست که ملاقات نشه، ترک بشه، ایزوله بشن، حقوق شهروندیشون باید سر جاش بشه، کما اینکه پیامبر برای مشرکین و اهل کتاب حقوق شهروندی رو در مدینه النبی و مکه قائل بودن و حقوق شهروندی اونها رو سلب نکردن و حتی مالیاتی که مستبین میدادند در قالب خمس و زکات بیشتر از جزیه‌ای بود که کفار میدادند و در واقع بر اونها یکمی هم سهل‌تر گرفته بودند. این بحث ملاقاتی که بود که بایستی با اون منطقی برخورد میشد. بحث دیگه‌ای که الان داریم که خیلی جدی است، بحث ریاست مجلس از فراکسیون امید است. به هر حال مردم دریچه‌ای در سلول انفرادی سال 92 گشودند با حضور پرشورشون و انتخاب در واقع نفر ششمی که در نظر سنجی‌ها بود به عنوان رئیس جمهور از سبد آقای جنتی. این دریچه‌ای در سلول انفرادی بود و در هفتم اسفند 94 کار را تمام کردند. یکی یوم اللهی خلق کردند، حماسه آفریدند که گفتند قدرت مردم این است. علی‌رغم اینکه 9000 نفر رد صلاحیت شده بودند، کسی رو نمی شناختند، آمدند برای زدن شاخصهای جناح حاکم و چه نیکو زدند و شاخصهای جناح حاکم رو از راه یافتن به مجلس در واقع مانع شدند. این خیلی خوب بود، مردم کارش رو تمام کردند. اما بعد می شنویم که فلان فردی که در لیست امید بوده میگه من اصلاح طلب نیستم. بله، این انتظار بود، ولی مراقب باشید این حرکت مردم پله های دموکراسی رو گام به گام طی میکنن. دو مشق دیگه هم خواهند رسید و انشاءالله در 1400 به دولت دموکراتیک مورد نظرشون میرسن که دیگه نیازی نیست از سبد آقای جنتی انتخاب کنن، آزادانه انتخاب میکنن و شما در واقع روسیه خواهید شد. کسانی که قبلا در اردوگاه اصولگرایی تعریف می شدند، یک شبه آمدند در لیست اصلاحات قرار گرفتند. الان بحث بین آقای لاریجانی و آقای عارف است. طبیعتا آقای لاریجانی تا قبل از این در اردوگاه اصولگرایی تعریف می شده و حتی بعد از انتخابات هم در فراکسیون اصولگرایان شرکت می کنه.
خب این نمیتونه گزینه اصلاحات باشه. و مهمتر از همین، آقای لاریجانی بعد از اون بلوایی که آقای احمدی نژاد در مجلس ایجاد کرد، که اون روزها من در سلول انفرادی بودم، بعداً فیلم رو دیدم و تعریف ها رو شنیدم، که به هر حال کار خطایی کرد، این که پخش فیلم برادر آقای لاریجانی و اون تخلفات مالی رو در صحنه علنی مجلس در حضور ملت پخش کرد، اون باید در محکمه مطرح میشد و طبق ضوابط. اما این اتفاق افتاد. به هر حال ببینید، در فنلاند یک وزیر تلفن شخصی به همسرش میزنه، استعفا میده و بعد محاکمه میشه و محکوم میشه که شما به هر حال سوء استفاده از بیت المال کردید، از اموال دولتی و عمومی کردید. یه همچین حادثه بزرگی اونم توسط رئیس جمهور در مجلس اتفاق میفته و رئیس مجلس هم رئیس جمهور و مملکت رو میگه برو بیرون. خب من فکر میکنم در دنیای متمدن و دموکراتیک بعد از این حادثه دیگه جایی برای خاندان لاریجانی، طبیعتاً جایی برای خاندان لاریجانی نباید بمونه در مصادر امور. همین که باز در لیست اصلاح طلبی میآید ما گله‌مندیم، و این که الان کاندیدای مجلس از سوی بسیاری از اصلاح طلبان میشود هم محل تأمل. یعنی این که آقایون رجال سیاسی اصلاح طلب ما واقعیت ها رو، درد های مردم رو نمیخواهند بفهمند، یا اینکه قبح این مسائل ریخته. اشکالی ندارد که این حرف ها زده شود و باز هم ما بگوییم اهلا و سهلا این خاندان بیاید. من نمیخواهم بگویم این خاندان در انقلاب نبودن، نمیخواهم بگویم امام راجب میرزا هاشم و فرزندانش چه گفت، اینها تا دم مسجد محل هم در تظاهرات نیامدن اما الان وارث انقلاب شدن. من تعجب میکنم که وقتی تاریخ اسلام رو بررسی میکنیم میبینیم که اونهایی که پیامبر در فتح مکه اونها رو آزاد کرد و گفت انتم الطلقاء، بالاخره ابو سفیانی بود و هنده جگرخاری بود که موجب شهادت حمزه سید الشهدا شده بودن. هند مادر معاویه جگر حمزه سید الشهدا رو به دندان کشیده بود. بعد اینها میبینیم خلافت پیامبر و خلافت اسلامی رو بیش از یک قرن بازیچه خودشون کردن و آمدند و فرزند پیامبر رو سر بریدن. چطور میشه؟ نه در نهضت اسلامی بودن، 13 سال عذاب کشیدن، شعب ابی طالب، شکنجه، حبس، هجرت و بعد جنگ ها، غزوات، این همه زحمت، آخرش کسی که فرمانده مشرکین بوده میآید میشود بالاخره در بالا مینشیند و فرزندش میشود خلیفه پیامبر. حالا کسانی که در انقلاب نبودند، کسانی که وقتی که خبر رسید که پدر بنده و اون 11 نفر دیگه، 12 نفر از مدرسین قم امام رو به عنوان مرجع تقلید تعیین کردن، خبر رسید به این پدر این بزرگواران، با آقای میرزا هاشم آموری که آقا این 12 نفر مدرسین آقا روح الله رو به عنوان مرجع معرفی کردن. ایشون در بین جمع شاگردانش خیلی علنی گفت اینها جنایت کردند، اینها خیانت کردند به اسلام. خب بعد از این جنایت و خیانتی که مرجعیت آقا روح الله خمینی بود، اما الان نهضت آقا روح الله خمینی در بست در اختیار فرزندان لاریجانی است و این موجب تعجب ماست. و اما جناب آقای دکتر عارف که الان کاندیدای ریاست مجلس هستند، من عذر میخوام از محضر ایشون. میدونم که شاید گلایه بشه که آقا برای خودت کسی رو نگه نداشتی. بله من میدونم دولت روحانی بیش از دولت احمدی نژاد مرا موجب آزار من شده و موجب اذیت و تحریم و حصر اقتصادی و همه اینها در این دولت بدتر بوده از دولت احمدی نژاد. اما من مناس حرف حق رو بزنم. بله میدونم که اجاره همین جایی که هستیم تأمین نمیشود و در همین دولت بالاخره اجازه غرفه در نمایشگاه ها نمیدن. میدونم که تمام فعالیت اقتصادی ما رو متوقف کردن، حکم تخلیه هم آوردند، همه اینها رو میدانم. اما رسالتی هم داریم که به مردم راست بگوییم و حقایق رو بگوییم. آقای دکتر عارف
زمانی که ما باتون میخوردیم، گاز اشکاور میخوردیم، فرزندان این ملت در میدان ولیعصر زیر خطوه نیروی انتظامی کشته میشدند یا در پل کالج گلوله بر پیشانیشان مینشست، ایشون رفت برای تنفیذ حکم احمدی نژاد. خیلی ها نرفتن و نرفتن، اما ایشون رفت. و خب این پسندیده نیست. در اون زمانی که ما هزینه میدادیم در حبس و حصر و اعتصاب قضا بودیم، ایشون کاری نکرد. در زمان دولت اصلاحات به شوخی بعضی دوستان میگفتند که خاتمی ترمز اصلاحات شده است و عارف ترمز خاتمی. واقعیت این است که اگر اصلاحات حرکتش رو انجام میداد، ما خروجی اصلاحات احمدی نژاد نمیشد. باید فکر کنیم، بایستی برنامه ریزی کنیم و بیش از اینی که در واقع میبینیم میتوانیم. توانمون رو در هفته اسفند نشان دادیم، میتوانیم بیشتر از این باشیم. امروز آقای عارف در 92 هم دوستان میاد تملق میگن در حضور آقای عارف، هم گفتن بله شما کاری کردین که همه جا سنت شده. نه، آقای عارف کنار نرفت. اون شورایی که تعیین شد گفتن نرفت، آخر ناچار شد خاتمی و هاشمی اعلام کنن حمایت رو. کار به جایی رسید که در ستاد مرکزی های عارف جلوی او عکس روحانی رو بالا بردن و دیگه ناچار شد استعفا بده، ولی ستادهاش رو در اختیار ستاد روحانی قرار نداد و حتی مسئولین ستاد روحانی که با گل رفتن، با گل و شیرینی که از او تشکر کنن اونها رو نپذیرفت و بعد با اعتراض اومد، اعتراض کرد که چرا این کار کردیم. ما واقعیت رو پذیریم. به هر حال به درایت مسئولین اصلاحات اون تفرقه انجام نشد و با یک وحدتی آقای روحانی رأی آوردن. این کار خوبی بود. اما دروغ نگه به مردم که عارف رفت کنار. نخیر، عارف رو کنار زدند. و امروز من میخوام بگم که آقای عارف اگر بر صندلی ریاست مجلس بنشیند، نمیتواند در مقابل حذف لوایح دوقلو از دستور کار مجلس مقاومت کند و هر لایحه‌ای که بیاید با اشارتی از دستور کار مجلس خارج میشه. اینها رو برای تاریخ میگم. مردم، اگر میخواهید امروز نتیجه‌ای بگیرید و کار بزرگی که کردید در هفته اسفند تمام کنید، باید مطهری بر صندلی ریاست مجلس بنشیند. علی مطهری معامله نمی کند، انشاءالله سخن خواهد گفت، نمی هراسد و پاک است، نقطه ضعفی ندارد. اختلاف دیدگاه فرهنگی مهم نیست، مهم این است که خودش باشد. اگر کسی خودش باشد، ما وقت می توانید مسائل اختلاف دیدگاهتون رو بیان کنید. اما کسی باشد که اون عقیده رو بیان کند، نتوانند او را بخرند یا بفریبند یا اغوا کنند یا تهدید کنند. من مصرم که مردم این مطالبه رو داشته باشن. اگر نمایندگانی که مردم نمیشناختن، فقط برای آمدن برای زدن شاخصهای جناح حاکم، اگر شما نماینده این ملت هستید، باید صدای ملت را بر کرسی ریاست مجلس بنشانید. از اون دو بزرگوار دیگر کاری ساخته نیست و نمیتوانند. البته همه دوستان عزیزان میگوین این شدنی نیست، خیلی موارد دیگر هم گفتن شدنی نیست. ما اگر بخواهیم میتوانیم و میشود. امیدوارم مردم این مطالبه رو در تمام رسانه ها، در تمام سایت ها و شبکه های اجتماعی جدی پی بگیرند و بشود آقای مطهری رو بر کرسی ریاست مجلس دید. اون موقع هر روز تریبونی دارد که تذکرات قانونی را به جناح حاکم بدهد. موفق باشید. خدایا.